Assalamu alaikum, Muhtaram, Raisi Shuroi Parastoron, Janobi Doctor, Shamsh Kasim Lakha, Azoi Shuroi Parastoron, Janobi Doctor, Maxim Baristovich, Azoi Hayati Ustodonu, Kormandoni Donishkoi Osio Markazi, Khatam Kunandagon, Va Mehmononi Aziz. قبل از همه میخواستم از نام خودم و از نام هیئت مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ختم کنندگان سال 2023 را برای با موفقیت ختم نمودن دانشگاه آسیا مرکزی از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته برای شما در کارهای آینده و تحصیلات آینده تان بردباری ها و کامیابی های بی نظیر را آرزو نمایم. مبارک باشد. حاضرین گرامی، چطوری که به همه شما معلوم است، دانشگاه آسیا مرکزی با امضا رسیدن شرطنامه بین المللی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت قزاقستان، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان و امامت اسماعیلیان سال 2000 تأسیس یافته بود. بنای اول دانشگاه سال 2016 در شهر نرین جمهوری قرغیزستان و بنای دوم آن 14 سپتامبر سال 2018 در شهر خوروغ با اشتراک بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان افتتاح گردیده بود. در مراسم افتتاح رسمی دانشگاه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چنین تاکید نموده بود: دانشگاه آسیا مرکزی در شهر خوروغ صحیفه نو در نظام تحصیلات عالی کسبی مملکت میباشد. باوری دارم که فعالیت مؤسسه نو تاسیس نه تنها به نفع مملکت ما میباشد، بلکه برای گسترش همکاری های بسیار جانبه کشورهای منطقه در ساحه معارف خدمت خواهد کرد. با کمال خوشنودی یادآور می شوم که از آن زمان تا امروز دانشگاه آسیا مرکزی در اساس مسئولیت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همکاری های سودمند دارد. در این مدت کوتاه دانشگاه آسیا مرکزی با یک قطار کامیابی ها نایل گشته است که مهمترینشان از اینها عبارت است: یک، قبل از افتتاح رسمی دانشگاه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با دانشگاه آسیا مرکزی سازشنامه همکاری را به امضا رساند که آن بهر پیشرفت فعالیت تعلیمی و متدی دانشگاه به طور نظررس مساعدت می نماید. دو، برای رشد فنهای طبیعت شناسی و دقیق دانشگاه آسیا مرکزی در همکاری با مرکز دریافت و رشد استعدادها از فنهای ماتماتیکا، بیولوژی و شیمیا المپیادها را برای خوانندگان مکتبهای تحصیلات عمومی کشور تشکیل نموده بود که در آن زیاده از 370 نفر تحصیل کنندگان مکتبهای میانه از منطقه های گوناگون کشور شرکت ورزیدند. سه، زیاده از 90% ختم کنندگان سالهای 2021 و سالهای 2022 در حدود منطقه صاحب جایهای کاری شده، برخی از ختم کنندگان در دانشگاه‌های بانفوذ دنیا از جمله دانشگاه سایمون فریزر، دانشگاه میچیگان، دانشگاه سوکوبا و دیگر دانشگاه‌های معروف جهان در زینه ماگیستراتورا ادامه تحصیل دارند. چهار، همه دانشجویان دانشگاه آسیا مرکزی تجربه آموزیشان را در دانشکده‌ها و آژانس‌های گوناگون جمهوری می‌گذرانند. پنج، از آغاز فعالیت خود در تاجیکستان در سال 2006 مکتب تحصیلات کسبی و دوامدار دانشگاه توسط 7 مرکز آموزشی خود در دوشنبه، باختر، خوجند و خوروغ کورس های کوتاه مدت آموزشی را اوید با آموزش زبان های انگلیسی،
تکنولوژی اینفارماسیونی، سویب کوری، برنامه روشی اکادمیکی، تعلیمی کسب‌های تکنیکی، از روی اقتصادهای دوردگری، سان تکنیکا، افتامیخانیکا، ساختمانی عمومی، چلونگری، برقچی و تعمیر اسباب‌های روزگار برای زیاده از 119,000 شنونده پیشنهاد کرد. 6. سال 2023 مکتب تحصیلات کسبی و متصل در شهر خوجان هفتمین مرکز تعلیمی خود را افتتاح نمود و در عین زمان در انتظار اجازت نامه افتتاح مرکز تعلیمی تحصیلات شده در شهر کلاب می باشد. در آینده نزدیک افتتاح چنین یک مرکز تعلیمی در شهر دنگره در نظر است. در مرکزهای مذکور تعلیم زبان انگلیسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، برنامه رشد اکادمی، به حسابگیری بوغالتری و بسیار کورس‌های دیگر در اساس طلبات بازار در نظر است. 7. سال 2023 دانشگاه آسیای مرکزی با دانشگاه ملی تاجیکستان یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه زمین‌سازی به امضا رساند که در دایره این یادداشت تفاهم علاقه همکاری براه مانده شده است. 8. در دایره برنامه شریکی دانشگاه‌های مناطق کوهستان دانشگاه آسیای مرکزی با دانشگاه دولتی خوروخ به نام مایانشو نظرشویف یک قطار آموزش‌ها و تشبث‌ها اوید به تکمیل دادن برنامه‌های تعلیمی، موادهای آموزشی و انشاءات تعلیمی مخصوصاً برای فکولتت اقتصادی و کافیت گیالوگیا گذارونده است. قابل ذکر است که برای بهتر نمودن تعلیم فنهای افضلیت‌ناک با دستگیری دانشگاه آسیای مرکزی در دانشگاه دولتی خوروخ 4 لابراتوری گیالوگی، کتابخانه رقمی، کورس‌های زبان انگلیسی برای 55 نفر آموزگاران، تجهیزات برای بهتر نمودن پیوستشوی به شبکه اینترنت و تقریباً 800 کتاب مربوط به اقتصادیات و گیالوگیا تشکیل نمود. در بین لایحه‌های گوناگون تحقیقاتی، پژوهشگاه جمعیت‌های کوهستان دانشگاه لایحه‌ای را آغاز کرد که از جانب یوسعید مبلغ گذاری گردیده با مسئله های تاثیر تغییرات در ذخیره های آب و مجرای مربوط به استحصال گیدروانرژتیکا و کشاورزی تاجیکستان بخشیده شده است. علمان پژوهشگاه جمعیت های کوهستان دانشگاه سال گذشته در کنفرانس گیالوگی اروپایی در وینا دو معروضه پیشنهاد کردند و با 3 دانشگاه شریک باغ بوتانیکی کلوب، اینستیتوت بیولوژی پامیر، مرکز تحقیقاتی کشاورزی پامیر در لایحه های گوناگون تحقیقاتی همکاری کردند. و نهایت آخر، در سال 2022 لایحه 3 ساله تحت سرپرستی سازمان همکاری اقتصادی و رشد اوید بر رشد استوار انفراستراکتور از جانب اینستیتوت سیاست دولتی و اداره کنی دانشگاه توسط مکتب اول تابستانه در استقلال آغاز گردید. در مکتب تابستانه کارشناسان بین المللی اوید بر رشد استوار انفراستراکتور همراه با تقریباً 25 نماینده حکومتی از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گرد هم آمدند. پلتفرم رقمی با مواد تعلیمی ساخته شده است و تا مکتب دویم تابستانه یک قطار چوربین‌ها را به نقشه گرفته است. حاضرین گرامی، با باوری کامل دارم که دانشگاه آسیای مرکزی با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و ساختارهای معارف جمهوری تاجیکستان همکاری زیچ را براه مونده در آینده نیز در ساحه معارف سهمی نظرس خود را خواهد گذاشت. در آخر بار دیگر ختم کنندگان سال 2023 و والدانشان را با مراسم ختم دانشگاه تبریک و تهنیت گفته برای هر یک شما موفقیت های کلان را آرزو مندم. همیشه سربلند و موفق باشید.